تاریخ نقلی از خاطرات تلخ و شیرین تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، اوضاع و احوال گذشتگان در صفحه خاطرات بشر است. در این میان تاریخ آزادی‌خواهی افغان‌ها مبین اوج افتخارآفرینی آزادمردان راه رستگاری از یوغ اسارت بوده و یادمانده‌های بزرگان دیروز انگیزه بخش آزادی و مردانه زیستن برای نسل بیدار امروز است. وزارت شهرسازی و اراضی حسب مسئولیت وظیفوی در ترمیم و مرمت آبدات تاریخی با نظرداشت اهمیت آثار و بافت تاریخی، فرهنگی و معنایی خاطرات بجامانده از رادمردان سرزمین قهرمان پرور افغانستان، کار تطبیق پروژه های زیاد از آبدات تاریخی را در سطح کشور از طریق اداره ملی ترمیم و مرمت آبدات تاریخی این وزارت روی دست گرفته است. یکی از این پروژه های مهم اعمار پارک بیرق یادبود وزیر محمد اکبرخان در مساحت 15,000 متر مربع زمین با امکانات رفاهی و تفریحی بر فراز تپه واقعی در منطقه موسوم به این قهرمان ملی است که سیمای تابناک و کارنامه هایش در جنگ اول افغان انگلیس ثبت تاریخ مبارزات آزادی خواهی افغان ها بر ضد استعمار است. این پروژه به هزینه 1,000,000 دلار آمریکایی کمک مالی کشور دوست هندوستان توسط اداره ملی ترمیم و مرمت آبدات تاریخی وزارت شهرسازی و اراضی طرح و دیزاین گردیده و توسط یک شرکت ساختمانی خصوصی تحت نظر این وزارت در حال تکمیل شدن است. پروژه اعمار پارک بیرق یادبود وزیر محمد اکبرخان دارای دو بنای یادبود است. یکی بنای یادبود بیرق ملی و دیگر بنای یادبود وزیر محمد اکبرخان و شهدای گمنام جنگ اول افغان انگلیس که در معماری هر دو بنا از قوس‌های اسلامی دوره تیموری استفاده شده است. این قوس‌ها به قوس‌های نوکتیز یا شاخ بوزی معروفند و اتصال قوس‌ها به یکدیگر پیرامون بزرگترین بیرق افغانستان، نماد و مظهر از وحدت و یکپارچگی افغان‌ها برای حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی در زیر یک پرچم است. به همین گونه بنای یادبود شهدا ارج‌گذاری افغان‌ها را به جایگاه بلند و عالی شهدا در جامعه اسلامی نشان می‌دهد. پروژه اعمار پارک بیرق یادبود وزیر محمد اکبرخان شامل دو بخش می باشد. بخش اول این پروژه شامل اعمار دو بنای یادبود، ساختمان‌های پلیس، محافظین، حفظ و مراقبت، تشنابها و کانتین‌ها است. قرارداد این بخش پروژه به هزینه بیش از 65,478,000 افغانی در 25 جدی 1396 با یک شرکت خصوصی عقد و کار ساختمانی آن در پایان همان سال آغاز گردیده است. اکنون کار ساختمانی این پروژه 93% پیشرفت داشته و قرار است در 18 میزان سال جاری خورشیدی تکمیل گردد. اما اسناد تکنیکی بخش دوم این پروژه شامل سنگشانی پیاده‌روها با سنگ مرمر، اعمار پارکینگ و ایجاد ساحه سبز تکمیل و در نیمه ماه اسد سال 1398 خورشیدی جهت اعلان داوطلبی بر ریاست محترم تدارکات ارسال گردیده است. وزارت شهرسازی و اراضی تا کنون کار ترمیم و بازسازی 10 آبده تاریخی را از طریق اداره ملی ترمیم و مرمت آبدات تاریخی این وزارت روی دست گرفته است. از این رقم تا کنون کار ترمیم و بازسازی قصر باغ بالا خاتمه یافته و کار تطبیق سایر پروژه ها شامل ترمیم و مرمت مسجد جامع پل خشتی، مسجد جامع شاه دوشمشیره، مسجد معاذ بن جبل، مقبره سید جمال الدین افغان و هدیره شهدای پارلمان در کابل، اعمار مسجد خرقه مبارک در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان، مسجد میرهزار و حرمسرای قندهار و مسجد جامع هرات به زودی تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد. وزارت شهرسازی و اراضی بازسازی آبدات تاریخی را از بعد نظرداشت حفظ اصالت تاریخی و بافت‌های فرهنگی و هنری نسل‌های گذشته متفاوت از سایر امور ساختمانی دانسته، دقت کامل در مراحل مطالعات و اسنادسازی پروژه‌های تاریخی را از رهگذر حفظ نماد از تاریخ کهن و تلقین هویت اصیل زندگی پیشینیان به نسل امروز و فردا یک امر ضروری تلقی می‌نماید. وزارت شهرسازی و اراضی متعهد است که پروژه اعمار پارک بیرق یادبود وزیر محمد اکبرخان را
با کمال صداقت و ظرافت به منظور گرامی داشت و یاد بود نکاح از فداکاری های وزیر محمد اکبر خان، مرد از تبار آزادگی ملت پر افتخار افغانستان، به وجه احسن تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده، منظر از خدمات ارزشمند و شایسته را از خود به یادگار بگذارد.